خیلی ممنون. دست شما درد نکنه. بفرمایید. ممنون. دستت بهتره؟ آره بهتر شده. تو پات بهتره؟ دیشب قرصاتو خوردی؟ آره خوردم، بلافاصله بعد از اینکه بهم گفتی. چرا میخندی؟ آخر راستش یه جوری با هم دیگه از مصدومیتامون حرف میزنیم، هر کی ندونه فکر میکنه که از جنگ برگشتیم. حق با توه، ولی شرایطی که تجربه کردیم دست کمی از جنگ نداشت، مگه نه؟ ولی خدا رو شکر صحیح و سالم الان اینجا نشستیم. خدا رو شکر. دوست داری راجع به زمان برگزاری عروسی حرف بزنیم؟ انقدر درگیر بودیم که این موضوعیاتمون رفت. اگه تو بخوای بدونه، برگزاری عروسی هم میتونیم با هم دیگه ازدواج کنیم، بدون خبرنگار و مطبوعات و دردسر. ما هر وقت آماده بودیم میتونیم یه عروسی بزرگ و مجلل بگیریم. چطوری؟ همین الان این کارو میکنیم، بعد به همه میگیم که ازدواج کردیم و همه رو غافل گیر میکنیم. اینطوری به نظرم خیلی جذاب تره. اگه بدون اطلاعی من کاری انجام بدی، نابودت میکنم. دیگه پدرت هم نمیتونه نجاتت بده. نه 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 عزیزم، آخه لزومی نداره. یعنی آخه چرا ما یه همچین کاری بکنیم؟ مسلماً بدون اجازه والدینمون نمیشه، درست نمیگم؟ نظرت چیه؟ البته خب راستش میخواستم ببینم بعد از شنیدن همچین ایده ای چه واکنشی نشون میدی. به خاطر همین. سوال بپرسم؟ از دست من ناراحت شدی؟ چطور؟ چون قبول نکردی بدون اطلاع بقیه ازدواج کنی؟ آره خیلی خیلی عصبانی شدم. من معذرت میخوام، باور کن همچین قصدی نداشتم. دارم شوخی میکنم، ولی این خیلی خوبه که یکی از ما واقع بینه. ولی به نظرت این همه درد سر مثل دعوت مهمون، انتخاب لباس، غذا و چه میدونم تزیینات خسته کننده نیستن؟ نه من مشکلی ندارم، بهش فکر میکنم هیجان زده میشم. به نظر تو خسته کننده است؟ راست اشاره؟ چطور؟ آخه خب تو داماد. وقتی کنارتم فقط میخوام خوشحال باشم، پس لطفاً دیگه درباره عروسی با من صحبت نکن. زندگی به تو این فرصت رو داده که با صدات بیشتر آشنا بشی. میدونی چی میگم؟ مثلا ازش درباره گذشته سوال بپرس، باید بفهمه که بهش اهمیت میدی. صدات؟ از این به بعد فقط در مورد چیزای خوب حرف میزنی. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ تو دست منو گرفتی.
برای اولین بار. درسته؟ آره گرفتم. نالان خیلی خوشحالم که این کارو کردی. واقعا خوشحالم که بالاخره به من اعتماد کردی. هرچی نباشه قراره با هم ازدواج کنی. من واقعا دوست ندارم مثل غریبه ها با هم رفتار کنی. باشه؟ سعی کن آروم باشی عزیزم. اصلا مشکلی پیش نمیاد. گلم، الان صدا تحت فشار زیادیه. خب اونم آدمه. به نظرت اگه حس کنه تو بهش احساسی نداری چی کار میکنه؟ با یه خدافزی خوشحالت میکنه. چی کار میکنه؟ رفتار من اصلا درست نیست. ما قراره به زودی ازدواج کنیم، پس این طبیعیه که بیشتر همدیگه رو ببینیم و سعی کنیم شناخت بیشتری از همدیگه داشته باشیم. من واقعا اشتباه میکردم، آره؟ دقیقا همینطوره. اگه به هم اجازه بدی، من دوست دارم که ازت شناخت بیشتری پیدا کنم، ولی حس میکنم تو انگار دوست نداری من بیشتر بشناسمت. نه نه، تو اینطوری فکر میکنی؟ عزیزم، میلیارد ها انسان روی زمین زندگی میکنن. میدونی همشون چی کار میکنن؟ ابراز علاقه. ببین این کارم مثل غذا خوردنه، مثل نفس کشیدنه، مثل دویدنه. وقتی اینو درک کنی تو هم بهش عادت میکنی، مثل من. از اون گذشته پسر نامزدته. چیزی روی لبمه؟ نه، چیزی رو لبت نیست، حواسم نبود. چی میگفتم؟ یعنی اگه اینقدر نترسی میتونیم به همدیگه اعتماد کنیم و من معمولا آرومم، ولی وقتی تو رو میبینم مضطرب میشم. لزومی نداره کار زیادی بکنی. مثلا وقتی سر میز غذا نشستین تو چشاش نگاه کن، یه لبخند بزن، یه جوری باش که کنارت احساس آرامش کنه. خب معلومه، آخه ما نامزدیم صدات. هرچی بگذره بیشتر به هم عادت میکنیم، ولی همه چی یه دفعه اتفاق افتاد. اون تصادف. من خودم فکر میکردم خیلی آرومم، ولی آروم نبودم. یعنی تو اینطوری فکر میکنی؟ آره، به نظرم الان راحتی. راحتم. ازت میخوام که از این به بعد با من راحت باشی. من میرم دستشویی، زود برمیگردم. باشه؟ باشه. یکی رو بوسیدی، حس میکنی داری تو آسمون پرواز میکنی، میگی این آدم خودشه. واسه همین میگن اگه میخوای مطمئن بشی باید وقتی میگی دوستت دارم تو چشاش زل بزنی. اینقدر احمق نباش نولان، چرا به این چیزا فکر میکنی؟
نه، باید مثل قبلا رفتار کنم. به حرف بیلور گوش نکن، حرفای مامان تو فراموش نکن. خدایا دارم دیوونه میشم، شیطون میخواد منو گول بزنه. آره پس زود باش به خودت بیا، زود باش دختر، زود باش. نه به هیچ وجه.